جناب آقای امینی، آقای امینی دوباره پرواز کردن باز هم به اروپا. آقای امینی درود بر شما. درود بر شما. شما با حسرت خیلی زیادی این پرواز رو اشاره کردید بهش. من هر کس که به فرانسه بره حسرت میخورم. من این بار فرانسه نیستم اتفاقا، هنوز به فرانسه نرسیدم. پس حسرت نمیخورم. کجا میرین الان؟ ممکنه این بار نتونم فرانسه برم، چون شهرهای زیادی رو برنامه ریزی برام شده و حتی دوستان اصرار دارم به جاهایی برم که هنوز برنامه نریخته بودم برم، ولی فکر میکنم که حالا برگردم آمریکا در این چند هفته آینده، دوباره بازگردم برای سفر فرانسه و سفرهای دیگه اون زمان. پس این دفعه شراب نمیارین؟ اروپا جای دیگه‌ش هم شراب داره، حتما میارم براتون. من شراب فرانسوی یه چیز دیگه است. بله، نخستین برنامه هم در بروکسل بود و بسیار هم برنامه جالبی بود. در واقع اولین بار بود که من در یک روز دو سخنرانی همزمان داشتم. همزمان که نه، یکی پس از دیگری. برنامه‌ای داشتم در مورد سرگذشت زبان فارسی از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر و برنامه‌ای داشتم در مورد کتاب تازه هم زندگی و زمانه احمد کسروی از 6 تا 8 بعد از ظهر پس از نیم روز. و این است که دو سخنرانی در یک روز. بعد خسته نمیشین آقای امینی؟ شور و شوق دیدار مردم و پرسش هایی که دارن و هنگامی که میآیند و میخواهند از من که کتاب براشون امضا کنم، شور و شوق اندیشه ورزی هم هست، بسیار کمک میکنه. بله. و خب در این سفرها من یکی از جنبه هایی که برای خودم داره، شاید برای خیلی ها این جنبه رو نداشته باشه، من باورهای خودم رو به داوری هم میگذارم و مانند این پنیر سوئیس که دارای سوراخ هست، سوراخ‌های اندیشه‌های خودم رو هم پیدا می‌کنم که کجا رو باید پر کنم، کجا دچار گرفتاری هست. از جمله در همین گفتگوهایی که با شما و پرسش‌های همیهنان از ایران دارم، خب کمک می‌کنه که انسان بیشتر بره و بخونه و یاد بگیره. و این دیدارها و سخنرانی‌ها خب در بیداری ایرانیان امیدوارم تأثیر بگذاره و به خود من هم یاری می‌رسانه. این است که خیلی دشوار هست برام که از این سفرها بگذرم، به ویژه اینکه من این دیدار از شهرهای مختلف رو به راستی دوست دارم و فرهنگهای مختلف رو ازشون یاد میگیرم و میآموزم. در میان شنوندگان شما ایرانیایی که از ایران آمدن هم شرکت دارن؟ خیلی زیاد و خیلی برای من جالب هست و میآیند. در سفر گذشته در کل بودم چندین نفر آمدن و گفتن که به تازگی از ایران آمدن و به زودی هم باز خواهند گشت. و این است که میخواستم من کتاب رو بدون نام براشون امضا کنم، فقط امضا کنم ولی نام اونها روش نباشه، که اگر کتابهای من در مرز برای کسانی گرفتاری ایجاد کرد بگن ما نمیدونستیم کسی داده ما براشون آوردیم. و از این چیزهایی که اونها باور میکنن؟ فکر نمیکنم. ببینید، گرفتاری های این حکومت خیلی بیشتر از این است که کسی رو به خاطر داشتن کتابی گرفتار کنند. و این اوسا از دست رفته به طور کلی اوضاع از این جهت. و این است که خیلی علاقمندی زیاد هست به این نوع مسائل و یاد گرفتن و جستجوی برای آزادی در میان ایرانیان به راستی بسیار بسیار تواناست، بسیار پر از شور و شوق است. و این جستجوست که ما رو سرانجام به یک دموکراسی ماندگار، به یک مدرنیته ماندگار خواهد رساند. و به داوری من دیر هم و دور هم نیست که به چنین چیزی برسیم. من چند سال پیش در همین برنامه با شما از آغاز شمارش معکوس صحبت کردم و گفتم ما به سرآشیب حکومت کنون ایران رسیده ایم و دیری نخواهد بود که تغییرات اساسی در ایران لول بدهد. البته امیدوار هستم که همان گونه که بارها گفتم این دیوار خودکامگی در ایران آجر به آجر ویران بشود و نه با بولدوزر، که ما یک بار این راه رو رفتیم و پیامد اون رو هم دیدیم. بولدوزر انقلاب. بولدوزر انقلاب و ویرانی. آقای امینی، پیش از ادامه گفتگویی که هفته پیش درباره هویت‌خواهی‌های قومی و فدرالیسم آغاز کردیم، شما چند روز پیش اشاره به اون داشتین که آذر، ماهی که امروز دهمین روز آن است،
105 سال پیش بله یکی از شومترین ماه‌های تاریخ ایران بوده است. بله گویا در این ماه، در واقع بدون گویا، در این ماه در سال 1290 روس‌ها بخش‌هایی از ایران را اشغال کردند و به مشروطه جوان ایران عملاً پایان دادند. ممکن است در این باره، درباره این تاریخ کمتر سخن گفته شده آگاهی‌هایی به ما بدهید؟ ببینید، ماجرا برمیگردد به تیر ماه 1290 که محمد علی میرزا، پادشاهی که از کار برکنار شده بود، تاج از سر او برداشته بودند و محمد علی شاه رو به جای او نشانده بودند، از راه شمال خراسان، از راه ترکمان صحرا و گرگان وارد ایران شد و دو برادر دیگر او هم از بخش‌های دیگر ایران، از غرب ایران وارد ایران شدند که یکی از اونها شاه سلطنه بود. این شاه سلطنه، ملک منصور میرزا شاه سلطنه، رابطه خیلی نزدیکی با روس‌ها داشت. البته خود محمد علی میرزا هم با جنگ افزارهای روس‌ها وارد ایران شده بود برای سرکوب مشروطه. دولت مشروطه اعلام کرد که هر کس این محمد علی میرزا و دو برادرش رو زنده یا مرده تحویل دولت مرکزی بدهد، جایزه کلانی از دولت مرکزی خواهد بود. سرانجام هم این کوشش محمد علی میرزا و دو برادرش شکست خورد و در پایان مرداد بود، بله مهر ماه، پرسش میخوام، پایان مهر ماه 1290 بود که مجلس مشروطه پس از شکست این یورش براستی خونریزانه محمد علی شاه و برادرانش دستور داد که دارایی های بازمانده اونها در ایران وسیله دولت گرفته بشود. باز با گرفتن دارایی های شاه سلطنه، دولت روس به ایران اتمام حجت کرد، یعنی اولتیماتوم داد که این دارایی ها در رهن بانک استقراضی ایران روس بوده، یعنی شاه سلطنه این دارایی ها رو، خانه خودش، قصر کاخ خودش رو وام نهاده نزد این بانک و وام گرفته و بنابراین این دارایی بانک روس به شمار می آید و دست از دولت ایران خواست که فوراً مامورین ایرانی رو از کنار این خانه یا دارایی های ساختمان های ساختمان های برادر محمد علی شاه از اونجا دور کنید، چون یکی دیگه شون سالار دوله از این دو برادر، برادر دیگر محمد علی میرزا. خب خواسته بود که قزاق‌ها رو کنار اونجا بگذارن که این قزاق‌ها به هر حال با روس‌ها نزدیک بودن. این رو دولت سمسام و سلطنه نپذیرفت و البته در آغاز نپذیرفت، یعنی به این ترتیب. من اجازه بدید که عین ماجرا رو خدمتتون از روی نمونه‌های تاریخ بگویم. درخواست نخستین اونها این بود که فوراً مامورین نظامی ایرانی از کنار ساختمان هایی که از آن شاه سلطنه بوده کنار برن، ولی چند روز بعد یک ضرب العجل تازه به دولت ایران داد و 48 ساعت هم زمان تعیین کرد دولت روسیه. این در این ضرب العجل سه درخواست اومده بود. یک، اخراج این، پس از اینکه دولت ایران پذیرفت این اولتیماتوم نخست رو، حالا یه اولتیماتوم تازه به دولت ایران داد که معلوم بود این اولتیماتوم پیشین واقعا بی پایه بوده، چون 2000 سرباز روسی هم وارد مرز ایران شده بودن. یکی اخراج مورگن شوستر بود. مورگن شوستر یک کارشناس دارایی ایالات متحده آمریکا بود که برای سرپرستی دارایی ایران، خزانه داری ایران به ایران آمده بود و بسیار هم آدم خوبی بود، آدم بسیار وفاداری بود. بعدها هم کتابی به نام کتاب اختناق ایران رو نوشت و در مورد آزمون و تجربهش در ایران در این کتاب یادآوری کرد، با خوانندگان در میان نهاد. دومی که استخدام خارجیان بدون اجازه روس و انگلیس در ایران
غیر قانونی باشه، یعنی دولت ایران حق نداشته باشه کارشناسان و کارمندان دولت های خارجی رو بدون اجازه دولت های روس و انگلیس تعیین بکنه. پنهانی هم دولت انگلستان با دولت روسیه هماهنگ شده بود در این زمینه، بر پایه پیمان 1907 که 4 سال پیش بسته شده بود، پنهانی اینها با هم کنار آمده بودن. سومین درخواست که خیلی به راستی توهین‌آمیز هم بود در این بود که دولت ایران هزینه ناشی از لشکرکشی روسیه رو به ایران بابت اولتیماتوم پیشین بپردازه. در جلسه هیئت وزیران تصمیم گرفته شد که این رو به مجلس ارائه بدن و مجلس به اتفاق آرا اولتیماتوم روسیه رو رد کرد. و واقعیت این است که بله؟ از کردم باریکلا بله بله رد کرد و قوای روس که تعدادشون تا این هنگام چندین هزار نفر بیشتر شده بود وارد رشت و قزوین شدند و تقریبا آمدند برای گرفتن تهران و به دولت مشروطه یک اولتیماتوم خیلی جدی دادند که یا مجلس باید اولتیماتوم ما رو بپذیره و یا ما وارد تهران خواهیم شد. در اون هنگام ناصرالملک نایب السلطنه بود، احمد شاه هنوز خردسال بود و نایب السلطنه ناصرالملک بود که درسخوانده بریتانیا بود و تقریبا میتوان گفت که کشور رو از نقطه نظر اجرایی او در کنار وزیران اداره میکرد. هیئت وزیران هم چند نفر هوادار این پذیرفتن اولتیماتوم بودند، یعنی وثوق دوله و 2 نفر دیگر از وزیران در کنار ناصرالملک پذیرفته بودند که باید این اولتیماتوم رو بهش تن دهند. مجلس زیر بار نرفت و ناصرالملک دستور داد به رئیس شهربانی اون زمان یفرن خان که برود در مجلس رو کلون بکنه، یعنی بستن مجلس که یک بار به دست محمد علی شاه به توپ بسته شده بود، این بار به دستور ناصرالملک درس خوانده در بریتانیا، اولین ایرانی فارغ التحصیل آکسفورد، بسته شد و مجلس مشروطه تعطیل شد و روس‌ها هم البته در ایران ماندند و جنایاتی رو انجام دادن که بسیار بسیار دردناک بود در اون دوران. و به این ترتیب هست که عملا میتوان گفت به دست روس‌ها مشروطه در ایران تعطیل شد و هیچگاه دیگر مشروطه نتوانست سر بلند کند. این رویداد دردناک آذر ماه 1290 خورشیدی است که بسیاری از ایرانیان از اون آگاه نیستند و به نقش روسیه در از میان بردن مشروطه ایران چندان از اون آگاهی ندارند. روس‌ها سال‌های پس از اون در دوران شوروی شدن روسیه، در دوران اشغال ایران، بار دیگر کوشیدند که آذربایجان و کردستان رو از ایران جدا بکنند، به ویژه آذربایجان رو، و جریان معروف فرقه دموکرات آذربایجان رو به وجود آوردند. امروز هم در این سیاست‌های اقتصادی و سیاسی و خارجی دولت کنون ایران، یکی از با نفوذترین نیروهای خارجی دولت روسیه است که حتی در زمینه چیرگی بر دریای مازندران هم دولت ایران تن به درخواست‌های دولت روسیه داده و بزرگترین پشتیبان خارجی دولت ایران هم در برابر تحریم‌ها دولت روسیه بوده و امروز هم دولت ایران و روسیه در جریان سوریه با هم همکاری نزدیک دارند. به راستی باید گفت اگرچه در خاطره ایرانیان، خاطره ملی ایرانیان، کار مشترک انگلستان و ایالات متحده آمریکا در کودتای 1953 یا 1332 28 مرداد جایگاه برجسته‌ای داره و هرگز از حافظه اونها نخواهد رفت، ولی این دولت روسیه است که در درازای تاریخ بیشترین ضربه به آزادی و دموکراسی و مدرنیته و مشروطه در ایران زده و این رویداد آذر ماه 1290 هم یک نمونه برجسته ای از رفتار دولت روسیه در برابر آزادی خواهی در ایران بوده. خب آقای امینی بفرمین که سرانجام چجوری اینا بیرون رفتن؟ بعد از انقلاب؟ اینا بعد از انقلاب مشروطه؟ نه خیر، اینا مونده بودند. نه بعد از انقلاب روسیه. اینها خیلی خیلی سالهای پس از اون، یعنی در واقع دولت روسیه پس از اینکه جنایاتی در تبریز انجام داد و بسیاری از آزادی خواهان از جمله سقط الاسلام تبریزی رو اعدام کردند،
مدت‌های زیادی بخش‌های بزرگی از آذربایجان رو در اشغال داشتن. سپس درگیری‌های جنگ جهانی اول آغاز شد. دو سال پس از این ماجرای آمدن روس‌ها به ایران، رفته رفته جنگ جهانی اول آغاز شد و با آغاز جنگ جهانی اول که دو طرف جنگ عثمانی، از جمله عثمانی و روسیه بودند، عثمانی هم وارد ایران شد و عثمانی هم دو بار تبریز رو گرفت و تبریز بارها میان قوای روس و عثمانی دست به دست میشد. بخش های زیادی از آذربایجان عملا زیر نظر دولت ایران در میان سالهای 1290 تا 1299 نبود، یعنی تا هنگام انقلاب پایان جنگ جهانی دوم 1297 و آغاز انقلاب اکتبر در 1298 99 تا اون هنگام بخش‌های زیادی از شمال ایران در دست قوای روسیه و عثمانی بود و بریتانیا هم به بهانه ای که قوای روس و عثمانی در شمال ایران هست، در جنوب ایران نیروی نظامی داشت و پلیس جنوب هم هیچگاه از ایران خارج نشد و یکی از ماجراهایی بود که در جریان ملی شدن صنعت نفت هم سر خودش رو نشان داد. و در این دوران پس از انقلاب، پس از پایان جنگ جهانی اول که دولت عثمانی فرو پاشید و دولت ترکیه به وجود آمد و سپس انقلاب و همچنان همزمان انقلاب اکتبر، اندکی پیش از اون انقلاب اکتبر روسیه تزاری رو بهش پایان داد، میتوان گفت تا حدودی ایران یک فرصت نفس کشیدن پیدا کرد و در این دوران است که بریتانیا یک کتازه سیاست در ایران شد و با پشتیبانی بریتانیا بود که کودتای 1299 به وجود آمد و سرانجام هم فراز رضاشاه به پادشاهی و آغاز دولت پهلوی و تا حدودی سر و سامان یافتن و ایجاد امنیت در کشور و یک پارچه شدن ایران که به دنبال این از این دوران در واقع آغاز شد. ولی باید گفت که از سال 1290 تا 1299 ما عملا دولت مشروطه در ایران تنها در بخش‌های مرکزی ایران داشتیم و زور دولت مرکزی به نواحی شمالی ایران، به تبریز و اردبیل و شهرهای دیگر نمی رسید. و اما بحث هویت ملی، آقای امینی. بله. هویت خواهی قومی و فدرالیسم. بله. میخوام تقاضا کنم اگه ممکن باشه برای تازه شدن حافظه هممون چکیده ای از سخنان هفته پیش رو یادآوری بفرمایید برای همونجوری گفتم بینندگان عزیز. ببینید، اشاره من این بود که در کشورهای کهنی مانند ایران این پدیده هویت ملی، البته با اون نباید عنوان ملی رو استفاده کرد چون این واژه ملی واژه نسبتاً تازه است، اصلا واژه ملت نزدیک به 200 سال پیش با مفهوم سیاسی و غیر مذهبی وارد به فرهنگ ایران شده. هم واژه ملت و هم واژه قوم، به ویژه واژه قوم، در فرهنگ ایران در ادب فارسی هم به مفهوم دینی استفاده می شده، ای قوم به حج رفته کجایی، یا قوم یهود یا قوم مسلمان، چیزهای از این دست، و هم به مفهوم قوم به معنای یک تیر و تبار مردمی ازش بهره گرفته می شده، قوم ترک و چیزهای از این دست، یا قوم فرانسه در نوشتارهای تازه، قوم انگلستان. اینها رفته رفته مفهوم قوم و ملت به عنوان مفاهیم ناسیون و یا نیشن و اتنیک به کار گرفته شده از 200 سال پیش و شاید هم نخستین کسی که اینها رو به کار گرفته و مدل کرده آخوندزاده باشه و پیش از اون کمتر ما نمونه ای از واژه ملت یا قوم رو به مفهوم امروزی کلمه در نوشتارهای تاریخی داریم. مملکت هم همین گونه که اشاره کردم، واژه نسبتاً سیالی بوده، واژه‌ای بوده که مفاهیم گوناگونی دربارش گفته می‌شده، هم به یک روستا می‌گفتن مملکت، هم به سرتاسر ایران می‌گفتن مملکت ایران. به طور تاریخی این هویت ایران شهر به ویژه از دوران
ساسانی تواناتر شد، اگرچه در دوران هخامنشی هم این ارزش یا این برداشت بر حال هویتی در میان ایرانیان به گونه وجود می داشت. در دوره ساسانی به ویژه انگامی که مذهب رسمی هم ایجاد شد، تا حدودی حتی با ساختار مذهبی در هم آمیخت. در دوره اسلامی همچنان ایرانیان این هویت ایرانی خودشون رو همراه با این آیین تازه حفظ کرده بودند و اشاره کردم هفته پیش که یکی از برجسته ترین نمونه های ستیز ایرانیان با این یا چند نمونه برجسته ستیز ایرانیان با این دشمنی اعراب چیره بر ایران، با این هویت ایرانی، یکی جنبش های نیرومندی است که در سده دوم تا سده چهارم در سرتاسر ایران و به ویژه خراسان که بیشترین بخش کنترل شده از سوی اعراب بود به وجود آمد، جنبش های نیرومند اجتماعی سیاسی، و دیگری جنبشی است به نام شعبیه که جنبشی است که ایرانیان با زبان عرب و شعر عرب به جنگ عرب رفتند و فخر به تاریخ و گذشته خودشان می کردند و در شعر به شعر عرب می گفتند که ما ایرانیان از شما برتر هستیم و شما نباید به ما فخر بفروشید، ما گذشته برتر از شما داشتیم. و سرانجام هم در شاهنامه فردوسی که باید گفت اوج این احساس افتخار حماسی به گذشته ایران است که داستان سرایی فردوسی نیست بلکه شاهنامه است که بر پایه نوشتارهای به جای مانده به خدایگان خدای‌نامه‌ها در واقع نوشته شده و آن چیزهایی که پیشتر فردوسی بر اونها دست یافته بوده و کسانی که با او همکاری داشتند. و این ادامه پیدا کرد، این هویت، این احساس هویت، دگرگونی‌هایی در اون به وجود آمد، ولی همچنان ما با یک هویت ایرانی روبرو بودیم که در این هویت ایرانی عناصر ترک و عناصر عرب و عناصر دیگری هم وارد شد. و سرانجام هم در دوران صفوی ما با یک دولت سراسری روبرو هستیم که میتوان گفت که نخستین دولت سراسری ایرانی است که توانسته بعد از آمدن مغول بر تقریبا همه بخش‌های ایران، بخش‌های بزرگی از ایران کهن، نه همه اون بخش‌ها، چیره بشود، و سپس دولت ناتوان قاجار. اما این هویت در دوران مدرن صورت نو به خودش گرفت، با ارزش‌های مدرنیته در هم آمیخت، احساس ملت در کشور ما به وجود آمد، چیزی که پیشتر وجود نمی‌داشته، و با پیدا شدن پدیده ملت موضوع دولت ملت به وجود آمد، چیزی که در اروپا تازگی داشت، ولی در ایران این دولت ملت بر بنیاد اون هویت تاریخی فرهنگی و احساسی و سیاسی گذشته نشسته بود. و ایرانیان در این پدیدار شدن ناسیونالیسم یک نوع بازگشت و رنسانس به گذشته رو هم جستجو میکردن، به گذشته افتخار میکردن. البته ایرانیان تا شاید 150 سال پیش از وجود دولت هخامنشی و ماد آگاهی نداشتند، این رو از راه خارجی ها یاد گرفتند، از راه اروپاییان به اون دسترسی پیدا کردند، ولی گذشته خودشون رو به دوره پیش از اسلام که دوره ساسانیست میرساندن و از همین شاهنامه هم از جمله برای بازگشت به اون گذشته بهره میگرفتن. در دوره مدرن ما با دو جریان بزرگ ناسیونالیستی در ایران روبرو هستیم. یکی ناسیونالیسم برآمده از انقلاب مشروطه است که بیشتر جنبه مدرن و کوشش برای دموکراتیزی کردن نهادهای اجتماعی ایران داشت، و دیگری ناسیونالیسم دوران رضا شاه است که بیشتر از بالا یک ناسیونالیسم دولتی در واقع در ایران شکل گرفت، که البته بر پایه همون ناسیونالیسم ایرانی بود، ولی یک نوع هویت خواهی دولتی، یک هویت ملی از بالا ابلاغ شده در واقع شکل گرفت در ایران، آمرانه، که اوج آن در واقع جریان جشن‌های 2500 ساله بود که یک تاریخ تازه‌ای رو در مقابل ایرانیان نهاد. البته در این 2500 سال تاریخ ماد هم حذف شده بود که باید روند می‌بود، ولی به هر روی یک عناصری از این هویت همواره در تاریخ ما وجود داشته و گاه ازش بهره‌جویی‌های سیاسی شده و در بیشتر دوران‌ها هم کمک کرده به اینکه ایرانیان بر منافع ملی خودشون واقف بشن. بزرگترین جریان هویت خواهی ناسیونالیستی در ایران پس از مشروطه جنبش ملی شدن صنعت نفت بود که ایرانیان رو توانا کرد که بر منابع زیرزمینی خودشون دست بیابند و توانستند در مقابل دولت بریتانیا ایستادگی کنند. جدا از اینکه چه ارزیابی از دوران مصدق ما داشته باشیم،
این جنبش ملی شدن صنعت نفت یک نماد برجسته ای، نمونه برجسته ای از اوج جنبش ناسیونالیسم مثبت در ایران بود، نه ناسیونالیسم افراطی مهاجم و تحقیر کننده ملت های دیگر. آقای امینی، در اون دوران از این هویت خواهی ها اثری نبوده یا بوده؟ این پدیده ملت سازی در ایران پدیده آمده از بیرون از ایران. ما در دوران پیدایش دولت ملت در ایران اصلا با چنین پدیده روبرو نیستیم. حتی در دورانی که کسروی از اون یاد میکنه، در دورانی که به دلیل رویدادهایی که در قفقاز میگذشته، ملا نصرالدین یک روزنامه فکاهی ترک زبان به اجبار به تبریز میآید و چندین شماره در تبریز منتشر میکنه، این احساس اصلا به چشم نمیخوره. حتی در تبریز ناشر ملا نصرالدین در همون شماره نخستی که در تبریز منتشر میکنه اعلام میکنه که ما برای اینکه مردم هم روزنامه ما رو بخوانند، بخش های از این روزنامه رو به فارسی مینویسیم. تنها دوری است که ملا نصرالدین در هر شماره بخش فارسی داشته که در تبریز هم منتشر میشده. ما نمونه های از این رو در تمام دوران مشروطه، در گفتگوهای مجلس، در جنب و جوش مشروطه خواهی و در رساله های مربوط به مشروطه نمیبینیم. نشانی از این قومگرایی های فارس و ترک و کرد و غیره نیست. همه چیز ایرانی است. یک جنبه دربرگیرنده داره و هفته پیش هم اشاره کردم که اصلا این هویت خواهی ملی ایرانیان یا ناسیونالیسم ایرانی با لهجه قفقازی و تبریزی یا آذربایجانی متولد شد. بیشتر کوشندگان از آن ناحیه بودند، از جمله کسی مانند خود احمد کسروی یا تقی‌زاده یا آخوندزاده یا طالبه و تبریزی و دیگران، و خیلی هم نسبت به ایرانی بودن خودشون افتخار میکردن و هیچ گرفتاری در این زمینه نداشتن. حتی در دورانی که همین اشاره کردم ایران در اشغال دولت عثمانی بود و دولت عثمانی آمد و یک روزنامه حزبی به نام اتحاد اسلام در ایران درست کرد و در مقابل حزبی که خیابانی در آذربایجان داشت و آمد کسانی رو جلب کرد به این حزب و روزنامه هم به نام اتحاد اسلام بیرون میداد، پس از بیرون رفتن عثمانی ها از ایران که کوشش میکردن همه چیز به زبان ترکی باشه، خود خیابانی و یارانش بران شدند که در جلسات حزبی به فارسی صحبت کنند، در واکنش به این کوشش پانترکیست هایی که ترک های جوان خوانده میشدند. و از دل اینها بود که بعدها اون جنب و جوش کشتار ارامنه بیرون آمد و ستیز برای پاکسازی و پالایش هویت ترکیه به وجود آمد، چون پیشتر عثمانی بود. دولت عثمانی مانند امپراتوری های بزرگ در برگیرنده مردمی از تیر و تبارهای گوناگون بود، ولی هنگامی که دولت ترکیه رو کوشش کردن ایجاد کنن، خیلی پیش از اینکه حتی خود آتاتورک هم به ریاست جمهوری برسه، اون جنبشی که به وجود آمده بود، اینها برای پالایش ترکیه از غیر ترکا دست به کشتار ارامنه و کردها و آسوری‌ها زدند و جنایات بزرگی در اون دوران به وجود آمد. البته این هم باید گفته شود که از سوی اونها هم، از سوی مخالفان رفتار ترک‌ها هم در آذربایجان، در سلماس و جایهای دیگر جنایات زیادی انجام شد که بسیار دردناک بود، که کسروی هم در زندگی خودش که در این کتاب تازه من هست به اون پرداخته. ما در اون دوران با این هویت‌خواهی‌ها روبرو نیستیم. این در واقع دولت اتحاد جماهیر شوروی بود که در کنگره خلق‌های خاور موضوع چند ملیت بودن ایرانیان رو مطرح کرد و این وارد برنامه حزب کمونیست ایران شد. شش ملت رو به رسمیت شناختن. حالا معلومه چرا این شش ملت؟ و گفتن ایران کشوری است کثیرالمله، و اون واژه‌ای رو که در روسیه کمونیست‌ها ازش استفاده می‌کردن در مقابل تزار، که می‌گفتن روسیه زندان ملل است، این رو در ایران هم به کار گرفتن و گفتن ایران زندان ملل است. و چون نمی توانستند این رو در تاریخ نشان بدهند، چون تا هنگام دولت پهلوی همه دولت ها در ایران ترک و ترکمان تبار بودند، از جمله دولت قاجار، اینکه آمدند و گریبان دولت رضا شاه می گرفتند و گفتن دولت رضا شاه نماد برتری جوی فارس ها در ایران است، دولتی که همه سران ارتش تازه بنیادش زبان مادریشون فارسی نبود، ولی بر روی ساختن این داستان رو. و هم امروز هم جریان های قومگرا
تاریخ رو از دوران رضا شاه آغاز میکنند، از اشغال خوزستان سخن میگویند که ایران خوزستان رو اشغال کرد، از اشغال آذربایجان صحبت میکنند، از اشغال مناطق بختیاری و لرنشین صحبت میکنند، چون به جنگ دسته های ایلی مسلح رفته بودند برای ایجاد یک ارتش واحد و یک کشور واحد، و همچنین از اشغال لرستان و کردستان و چیزهایی از این دست سخن به میان میارند. به ویژه این در میان عرب های ایران، در میان نخبگان عرب ایرانی پان عرب بسیار رواج پیدا کرده که میگویند از سال 1304 1303 که رضا شاه به هنوز رضا شاه نشده بود به خوزستان رفت و خزعل رو کت بسته بر سر استری سوار کردند و به تهران آوردند، میگویند خوزستان یا عربستان اشغال شده. اینها بحثایی است که از بیرون به ایران آمده و شروع وقتا که به دلیل ندانم کاری های دولت های مرکزی در میان بخش های از مردم در ایران هم پا گرفته و پذیرفته شده از روی نادانی و یا از روی سیاست، ولی واقعیت تاریخی نداره. اما این رو هم باید افزود که بخش بزرگی از ناتوانترین مناطق ایران از نقطه نظر اقتصادی، روش نایافته ترین بخش های ایران از نقطه نظر اقتصادی، درست بخش هایی هستند که با همین جریان قومی و قومگرایی هم روبرو هستند. بلوچستان، در بخش های عرب نشین خوزستان، کردستان و مناطقی مانند ترکمان صحرا، البته آذربایجان رو باید از این حساب جدا کرد، ولی روی هم رفته باید گفت که ندانم کاری ها و سوء سیاست های دولت های مرکزی در ایران هم به این آب به آسیا به این جریان های قومگرایانه ریختند. ممنونم آقای امینی. شما درباره همین جنبش های قومگرایی سخنرانی دارین در اروپا؟ بله، در کل یک سخنرانی هست که در روز نهم همین ماه، روز نهم دسامبر برگزار خواهد شد، چند روز آینده، یعنی همین چند روز که بیشتر، در واقع 10 روز دیگر در کل سخنرانی خواهم داشت. پس حالا اونجا این؟ بله. شما دلتون برای من تنگ شده؟ بله خیلی. لطف دارید آقای امینی. برخی میگویند، بله، و بسیاری هم نوشتند که در این روزها که جنجال هویت خواهی های قومی بالا گرفته، شاید اداره فدرالی ایران یگان راه حفظ یک پارچگی ایران باشد. بله. نظر شما چیه؟ من هفته پیش به درازا به موضوع بیپایه بودن پیوند دادن مفهوم ممالک محروسه با فدرالیسم پرداختم. از بدید که پاسخم رو با چند عبارت از کتاب های تاریخی آغاز کنم، چون هنوز این کسانی که از این سخنها میگویند دست میبرن به تاریخ و میگویند که اصلا تاریخ ایران هم تاریخ دولت فدرال بوده و میگویند این ممالک محروسه منظور همین دولت هایی است که فدرال اداره میشدن. یکی از کهن‌ترین اشاره ها به ممالک محروسه، البته در نوشته های کهن‌تری هم وجود داره، ولی یکی از کهن‌ترین نوشته ها با جزئیات در مورد ممالک محروسه کتابی است به نام تاریخ عالم‌آرای یمینی. این که نوشته فضل الله روزبهان خنجی است. این رویدادهای دوران فرمانروایی سلطان یعقوب آقویونلو که فرزند اوزن حسن رو بوده رو در بر میگیره. آدم مهمی بوده این اوزن حسن؟ اوزن حسن، بله، اوزن حسن آقویونلو، بله. آدم بسیار مهم، تقریبا میتوان گفت که در اون دوره خودش همون کاری رو کرد در چیرگی بر بخش‌های بزرگی از ایران که شاه اسماعیل کرده بود، با این تفاوت که چون بیشتر ایرانیان اهل سنت بودند و اوزن حسن هم اهل سنت بود، دست به کشتن مردم سنی نزد، ولی شاه اسماعیل این کار رو کرد برای یک پارچه کردن ایران، همه رو شیعی کرد به ضرب شمشیر. در این کتاب از جمله چنین می‌خوانیم، میگوید که در مورد سرزمین گسترده این سلطان یعقوب میگوید از کنار آب فرات و سهور روم
یا روم و شام تا ساحل بحر عمان و جزایر هند و از باب الابواب شروان تا قریب مدینه طیبه که طول و عرض ممالک محروسه بود. یعنی این واژه ممالک محروسه رو به عنوان سرزمین حراست شده سلطان یعقوب ازش یاد میکنه، نه ممالک به مفهوم واحدهای فدرال یا واحدهای مملکتی که بعدها اشاره کردن. همونجا در واقع جالب اینجاست که در فرمانهای این دوران آقایونلو از ملک ایران و کشور ایران یاد میشود، یعنی در همین ممالک محروسه از واژه کشور ایران در نامه هایی که در اون دوران به جای مانده نوشته شده. بیهقی هم اشاره‌ای که میکنه در نوشتارهای خودش، اشاره کردم ممالک و مملکت و ملک و همه اینها رو در هم میریزه، یعنی گاه من ممالک استفاده میکنه گاه مملکت. بنابراین ما پیشینه تاریخی فرمان روایی برآمده از یک قوم رو به ویژه در ایرانی که مرتب در حال هجوم گروه های قومی و تیره های گوناگون بوده نداشتیم، اگر در دوره هایی در بخش های از ایران، مثلا در دوره از زمان شاه اسماعیل تا تقریبا پایان دوره قاجار که بخشی از کردستان در دست خاندان اردلان بوده و اصلا این منطقه رو به نام مطلق اردلان میشناختن نه کردستان، و یا در دوره هایی ما فرمان روایی های لور بزرگ و لور کوچک رو داشتیم که اینها پادشاهان محلی بودند و لور تبار بودند و بر بخش های از لورستان فرمان روایی داشتند، پس و دو بخشی که در کردستان در اون زمان به نام لورستان بزرگ و لورستان کوچک شناخته می شده که البته بعدها در دوره رضا شاه وینسوی تقسیم شد به منطقه لورستان و ایلام، دو نام کاملا جداگانه بر اینها داده شد، منطقه باستانی ایلام در واقع نام خودش رو گرفت. آنچه که باید گفت در مورد این پروژه فدرالیسم در این است که مراد کسانی که میگویند ایران خوب است فدرال اداره بشود این است که ما بیاییم در ایران یک نوع آزمایش پزشکی بزرگ انجام دهیم و ببینیم چه کسانی کرد هستند، چه کسانی ترک خالص هستند، و بیاییم و ایران رو خطکشی کنیم و ببینیم کجا مناطق ترک نشین است، کجا مناطق کرد نشین است، اونجایی که کرد و ترک کنار هم هستند رأی گیری بشه و کی اکثریت دارد و اون منطقه اکثریت برود جزء فدرال مثلا ترک، اون یکی برود جزء فدرال کرد، و این با همینچنین در سرتاسر ایران هم اجرا بکنیم. نخست این که ایران تقسیم به این مناطق نشده، بسیاری از ترک‌ها در مناطق غیر از آذربایجان و زنجان زندگی می‌کنند، بخش‌های زیادی از مناطق کردنشین ایران همچنین ترک‌نشین هم هست که یکی از مهمترین اونها ارومیه و روستاهای پیرامون اون هست، بسیاری از شهرهای کردستان روستاهای ترک‌نشین داره، همچنین ما در خراسان با شمار بسیاری از عشیره‌های ترک زبان و ترک تبار روبرو هستیم، چه اونهایی که از غرب ایران در دوران از دوران صفوی به خراسان کوچیدن، چه اونهایی که از خوارزم و مناطق فرارود رفته رفته به خراسان بزرگ آمدن. ما در پراکندگی این نوع اقوام در ایران تا جاییست که ما در بلوچستان ایل افشار داریم که امروز خودشون رو بلوچ میدانند، و در ترکمن صحرا بلوچ داریم، در بخش های زیادی از ایران این آمد و رفت ها به در واقع ترکیب و آمیزش ایرانیان با یکدیگر آمیخته، و این جدایی اونها از یکدیگر تا هنگامی بوده که زندگی شهری در ایران شکل نگرفته، از هنگامی که زندگی شهری در ایران رونق یافت و شهرهای بزرگ کلان شهرها در ایران به وجود آمد، از جمله در تهران و سپس شهرهای بزرگ آذربایجان و کردستان و خراسان و دیگر جایها، مردم رفته رفته آمیزش‌های بیرون از حوزه زبانی فرهنگی خودشون رو پیدا کردند. کسی برای کار از سنندج به اصفهان می‌رفت و در اصفهان ازدواج می‌کرد و سپس باز می‌گشت به سنندج. کسی از تهران به تبریز می‌رفت و در تبریز ازدواج می‌کرد و می‌مان. یا بالعکس بسیاری از آذربایجانیان به تهران کوچیدند. و شاید بتوان گفت نه شاید حتما که تهران بزرگترین شهر آذربایجانی نشین ایران است،
و تا پیش دوران تازه که بر روی کرج تقریبا به تهران پیوسته، می توان گفت که کرج یکی از بزرگترین شهرهای کردنشین ایران بود. این فدرالیسم در ایران نمیتواند هیچگاه کار بکند، در هیچ کجای جهان هم کار نکرده. فدرالیسم قومی که ما بیاییم مردم رو بر پایه یک خط قومی، یک تیر و تبار قومی از هم جدا بکنیم و جنگ میان اقوام در ایران بپا بکنیم که بگوییم چه کسی در واقع باید، کدوم منطقه ایران باید به وسیله کسی که کرد تبار است اداره بشود. راستی هم این است که شما اگر دموکراسی در یک کشوری به وجود بیاورید، هنگامی که مردم سنندج میخواهند شهردار برای خودشون انتخاب کنند یا مردم استانی که کردستان میخواهند برای خودشان استاندار و فرماندار انتخاب بکنند، به طور طبیعی به یک کرد رأی خواهند داد و این یعنی کسی رو که در محل میشناسن به اون رأی میدن، مگر اینکه یک تهرانی بسیار خوشنامی رفته باشه در سنندج، آنقدر کار کرده باشه و نام‌آور شده باشه که مردم سنندج به اون رأی بدن. اینها طبیعت سیاست است و خودگردانی طبیعی، خودگردانی دموکراتیک این نوع آزادی ها رو خواهد داد و در نتیجه این بحث ها پیرامون فدرالیسم یک نوع جنگ افروزی قومی رو در ایران به دنبال خواهد داشت و با فرایندهای مدرن آمیزش مردم با یکدیگر دشمنی خواهد داشت. آقای امینی، آیا کتاب هایی هست که روشنگر مسائلی مثل قومگرایی و اینها باشه راجب ناسیونالیسم ایرانی، کلن درباره اون چیزی که یا مطالبی که شما فرمودین؟ بله بله، یکی از تازه ترین کارهایی که به دست من رسیده و بسیار کار ارزشمندی هم هست، این کاری است که دوست بسیار گرامی من، دوست دیرین من، آقای اصغر شیرازی نوشته به نام ایرانیت، ملیت، قومیت. این کتاب رو در همین سفر پیشین خود در برلین ایشان امضا کردن و به من دادن، تازه در ایران به چاپ رسیده. این رو انتشارات ایشون در هامبورگ زندگی میکنن؟ نه خیلی، چون در برادرشون در هامبورگ زندگی میکنن، اصغر شیرازی خودشون در برلین زندگی میکنن و جهان کتاب این کتاب رو در ایران منتشر کرده. من جدا به همیهنان سفارش میکنم این کتاب رو بیابند و بجویند و حتی با دید انتقادی بخوانند. اسمش چیه؟ کتاب اسمش از ایرانیت، ملیت، قومیت. کتاب بسیار بسیار برجسته است برای اینکه آگاهی های خیلی زیادی هم در اختیار مردم قرار میده. کارهای آقای حمید احمدی، اون هم با همین عنوان هویت ایرانی، دو کار بسیار ارزشمند از ایشون منتشر شده. احمد اشرف یکی از پایه‌گذاران این گفتگو در ایران هست. من فکر می‌کنم نوشتارهای این سه نفر، البته من هم کارهای اندکی در این زمینه کردم، به پای کارهای دوستان نمیرسه، ولی کارهایی که منتشر شده در ایران، کارهایی که منتشر شده در ایران، کار آقای اصغر شیرازی، کار آقای حمید اکبری و حمید احمدی، گزارش می‌خوام، آقای حمید احمدی دوست نادیده، من ایشون ندیدم ولی از دور با ایشان دوستی دارم و احترام دارم. شما دیدین حتما؟ بله، اینجا اومدن چند تا سخنرانی هم کردن. بله بله، چند تا مصاحبه. بله، و همچنین احمد اشرف که به هر حال ما با هم 10 روز پیش در UCLA برنامه جالبی در مورد کسروی داشتیم که از استادان واقعا بسیار بسیار پژوهشگر خوب ایرانی هستند که در دانشگاه کلمبیا درس میدادند و الان سرپرست کار ایرانیکا و بنیاد آقای احسان یارشاطر هستند و کار بسیار ارزنده ای انجام میدن. یک جنبه این که ما با پذیرش این هویت ایرانی و جایگاه زبان فارسی هیچ سر دشمنی و ناسازگاری با زبانهای دیگر مردم ایران نداریم، همین کوششی است که آقای اشرف و دوستانشان برای بازشناساندن و حفظ زبانهای در میرا، زبانهای در حال از میان رفتن در ایران سالهایی است که آغاز کردن. خود من هم به شکل دیگری در این زمینه کار میکنم، ولی روی هم رفته باید گفت که کارهای خوبی در ایران در این زمینه بیرون آمده و من از جمله این کتاب ایرانیت، ملیت و قومیت رو از آقای اصغر شیرازی و کتابهای دیگه که اشاره کردم رو سفارش میکنم همیهنان بگیرند و بخوانند و به چالش بکشن.
آقای امینی، دو تا پرسش دیگه دارم ولی متاسفانه یک دقیقه بیشتر نمونده. بله. این است که در این یک دقیقه میخوام ازتون احوال پرسی کنم. خوش گذشته. بله بله، جای شما خالی و هنوز تازه ما در آغاز سفر هستیم. من آغاز سفر هستم و امیدوارم که در برنامه های آینده هم به همین ترتیب با از راه دور بتوانم با شما گفتگو کنم. خوشبختانه دنیای اینترنت ما رو اینقدر نزدیک کرده که این دوری ها رو میتوانیم کوتاه کنیم. سلامت باشید. سپاسگزار مهر شما هستم. آقای امینی عزیز، تا هفته آینده امیدوارم جایی نباشین که نتونیم صحبت کنیم. حالا ببینیم دیگه. امیدوارم که بستگی به نور و اینترنت و این چیز هم داره و وقت و برنامه و سخنرانی. شب و روزتون خوش. سپاسگزارم. به دوستان سلام برسونید در اروپا. حتما حتما. مرسی. خب تشکر میکنم از هم میهنانی که به این برنامه توجه کردند و آقای امیر، از شما سپاسگزارم. شب و روزتون خوش.